یعقوب فصل سوم. ای برادران من، درست نیست که بسیاری از شما در کلیسا معلم باشید، چون می دانید که روز داوری برای ما معلمین سخت‌تر خواهد بود. همه ما در چیزهای زیاد مرتکب خطایای می شویم و کسی که در سخن گفتن خطا نکند مرد کامل است و می تواند تمام وجود خود را اداره کند. ما به دهان اسبان دهنه می زنیم تا به فرمان ما شوند و به این وسیله تمام بدن آنها را به هر طرف که بخواهیم می گردانیم. همچنین می توان کشتی های بسیار بزرگ را که از بادهای سخت رانده می شوند با استفاده از سکان بسیار کوچک مهار کرد و به هر جا که ناخدا بخواهد هدایت نمود. زبان هم همین طور است، اگرچه عضو کوچک است ولی لافهای بسیار بزرگ می زند. چی جنگل های بزرگ با جرقه آتش می گیرند. زبان هم آتش است. در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیای از شرارت است که همه وجود ما را آلوده می سازد و دوران زندگی را به جهنم سوزان مبدل می کند. انسان توانسته است و بازم می تواند تمام حیوانات وحشی و پرندگان و خزندگان و ماهیان را رام کند، ولی هیچ کس هرگز نتوانسته است زبان را تحت فرمان خود نگه دارد. زبان شریر و رام نشدنی و پر از زهر کشنده است. ما با آن هم خداوند و پدر را حمد و سپاس می گوییم و هم انسان را که به صورت خدا آفریده شده است بد و رد می گوییم. از یک دهان هم شکر و سپاس شنیده می شود و هم دشنام. ای برادران، این کار درست نیست. آیا یک چشمه می تواند از یک شکاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ ای برادران، آیا درخت انجیر می تواند زیتون و یا درخت انگور انجیر به بار آورد؟ همین طور چشمه آب شور هم نمی تواند از خود آب شیرین جاری سازد. در میان شما چه کسی عاقل و فهیم است؟ او باید با زندگی و اعمال نیک خود که با تواضع حکمت امرا باشد آن را نشان دهد. اما اگر شما حسود و تنخو و خودخواه هستید، از آن فخر نکنید و برخلاف حقیقت دروغ نگویید. این حکمت از عالم بالا نیست. این حکمت است دنیوی، نفسانی و شیطانی. چون هر جا حسد و خودخواهی است، در آن جا بی‌نظمی و هر نوع شرارت است. اما حکمتی که از عالم بالاست، اول پاک و بعد سلجو و باگذشت و مهربان و پر از شفقت و ثمرات نیکو و بی‌غرض و بی‌ریاست. نیکی و عدالت میوه بذرهایی است که به دست صالحان در صلح و صفا کاشته می‌شود.